در ابتدای خطبه 214 نهج‌البلاغه امیر مومنان علی علیه السلام بعد از شهادت به عدالت پروردگار قسمتی از صفات برجسته پیامبر اکرم صلوات الله علیه را بیان می کنند که نشان می دهد جوهر ذاتی پیامبر گرامی اسلام از هر نظر جوهر پاکی بوده است. او را به عنوان یک عبد و به عنوان یک رسول همانطوری که در خود در تشهد نماز معرفی میکنیم، امیران علیه السلام در این خطبه همشون رو معرفی میکنیم، اشهد ان محمدن عبده و رسوله اسم میبره و بعد او رو بهترین بندگان معرفی میکنه. امیر بیان در ادامه از پویندگان راه رسول خدا صحبت میکنن و به این نکته اشاره دارن که در هیچ عصر و زمانی این راه بدون رهرو نمیماند. فرمود برای خوبی ها پروردگار عالم در این عالم مردمانی رو قرار داده که قطعاً و قطعاً اونها مشغول به امر حق و خوبی در مسیر پروردگار عالم هستند و اونها به عنوان ستونهایی برای حق هستند و مطیعانی که امر پروردگار رو اطاعت میکنم. امیرالمومنین علی علیه السلام در ادامه این خطبه زیبا به رهروان راه پیامبر صلوات الله علیه بشارت میدهند که در برابر انبوه مشکلات اطاعت تنها نیستن و امدادهای الهی پی در پی به یاری آنها میآید. مولای متقیان بعد از بیان به جنبه‌های علمی این علمای ربانی به جنبه‌های عملی رهروان راه پیامبر نیز اشاره می‌کنند. اینها علم خدا رو حفظ می‌کنند، یعنی تمام هم و غمشون بر این هست در زندگیشون هم با علمشون هم با عملشون علوم الهی رو در عالم حفظ کنند و به نسل‌های بعد منتقل بدن. چشمه‌های جوشان علم الهی میشن در روی زمین. شک و تردید در وجود اونها راه نداره. تمام وجودشون به عینیت در علوم الهی میرسه و از یکدیگه هم بدگویی نمی‌کنن. شهادت میدم که خداوند عادل است و با آفریدگان خود عدالت می‌ورزد. داوری است که حق و باطل را از یکدیگر جدا می‌کند. شهادت میدم که محمد بنده او و پیامبر اوست و سرور مهتر بندگان او. هرگاه که خداوند بندگانش را دو گروه کرد، او را در بهترین گروه قرار داد. در تبار او نه زناکارون را بهره‌ای بود و نه بزهکارون را جایی. بدانید که خداوند برای نیکی یارانی قرار داد و برای حق ستونهایی و برای طاعت نگهدارندگانی. حضرت به همه بشریت داره تذکر میده مواظب مرگ های سریع باشید. شاید تو این ایامی که الان از کرونا داره میگذره خیلی برای مردم ما این مسئله ملموس باشه که شخص 10 روز قبل سالم بود و امروز دیگه در میان ما نیست و غریبانه و مظلومانه هم به خاک سپرده میشه. قبل از اینکه گناه شما را از بین ببره در زندگیتون پایریزی کنید، با توبه گناهان رو از بین ببرید و برای رفتن به سرای باقی سعی بکنید به عالی ترین شکل خودتون رو صیقل بدید و از گناهان دور کنید.